افزایش 8 برابر ترانزیت کالاهای ایرانی به افغانستان. رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران گفته است که وزن مجموعی کالاهای ترانزیتی از مرز ابونصر فراهی 236235 تن و ارزش مجموعی آن پیش از 35 میلیون دلار می باشد. محمد کوهگرد گفته است که کالاهای ترانزیت شده مشمول کود کیمیاوی، پرزجات مستعمل، مواد خوراکی و مبدای آن ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه و اندونزیا بوده است. در همین حال، رئیس اتاق تجارت شهر برژند ولایت خراسان جنوبی ایران نیز ظرفیت واقعی تجارت بین ایران و افغانستان را 5 میلیارد دلار تخمین زده است. علیرضا خامزر گفته است که در سال گذشته به ارزش 3 میلیارد دلار صادرات از ایران به افغانستان صورت گرفته است. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت کشور نیز میگوید که روابط تجارتی افغانستان و ایران در حال گسترش است. بعد از تحلیل به نظر میرسه که صادرات افغانستان در مدت مذکور در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 295% افزایش نموده که تفاوت آن حدود 12 میلیون دلار می باشد و واردات هم 81% افزایش نموده که تفاوت آن حدود 331 میلیون دلار می باشد. ایران در حال حاضر بزرگترین شریک تجارتی افغانستان محسوب می شود. آگاهان اما می گوید که باید افغانستان نیز صادرات را به ایران افزایش دهد. افغانستان می تواند از این مسیر برای رشد ترانزیت و تجارت خود استفاده کند. بناهن استفاده بیشتر و بهتر و تعاملات تجارتی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران می تواند به منافع مردم افغانستان واقع شود. اما باید تعادل تجارتی با سایر کشورهای منطقه و همسایه نیز توسط افغانستان حفظ و قابل پیشبینی باشد. بندر ابونصر فراهی 30 سرحد رسمی ایران با افغانستان است که بیشترین ترانزیت از این طریق انجام می شود.